در حالی که انتظار می رود تا چند روز دیگر گفتگوهای میان افغانان آغاز شوند، شهروندان کشور انتظار دارند تا هر گونه جزئیات این گفتگوها با مردم در میان گذاشته شوند. باید علنی خلق دخکاری که افغانستان خلق بجیران که پریدی پرتوش دید خلق و تشویش رفشی. جوانای خاک وطن ما تمام روز جام شهادت می نوشند. ما صلح می خواهیم که صلح پایدار باشد، صلح می خواهیم که روشن باشد و در پشت پرده نباشد. اگر حکومت و هیئت مذاکره کننده نتانه به صورت بسیار شفاف به مردم دوباره گزارش بده، متاسفانه اعتماد را که مردم باید به اونا بتن و حمایت را که مردم به اونا بکنن از بین میره. در همین حال قرار است هیئت گفتگو کننده جمهوری اسلامی افغانستان برای آغاز گفتگوهای میان افغانان به دوحه برود. عبدالحفیظ منصور عضو این هیئت میگوید که وارد یک مرحله مهم شدند. اگر طالبا برای ازی که در آینده افغانستان یک نقش مثبت ایفا بکنند، در اداره افغانستان سهیم شوند، بالاخره در انتخابات بعدی اینا کاندیدا باشند، در پارلمان افغانستان بیاید، در نهادهای ولایتی افغانستان بین، آنها باید با آتش بس و قطع جنگ فکر کنند. مردم افغانستان باید اطمینان داشته باشند که تمام موارد و مسائلی که به حیث نگرانی هایشان مطرح میشه، به حیث خواست های معقول و مشروعشان مطرح است، هیئت مذاکره متوجه از او است. با این همه نگرانی ها دبیرکل ناتو در گفتگوی جداگانه تلفنی با رئیس جمهور غنی و عبدالعبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی گفته است که طرف های درگیر باید از فرصت تاریخی برای صلح استفاده کنند.